با عرض درود و ادب خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمندان، مجددا یادآوری میکنم آنچه که طی دو سه روز گذشته از بامداد روز دوشنبه انجام میگیرد تفسیر سیاسی نیست، هرچند که زیر آرم تفسیر سیاسی پخش میشود، بلکه کالبد شکافی انقلاب اسلامی است و پرداختن به این مسئله که به واقع آنچه که به عنوان انقلاب اسلامی معروف شد یک انقلاب بود، هیچ کدام از مشخصه های انقلاب را داشت و یا نه یک توطئه استعماری تنظیم شده از سالهای بسیار جلوتر از سال 57 بود، برنامه برای در واقع متوقف ساختن ایرانی که چهار اسبه در راه پیشرفت و ترقی میشتاف، همه جور آزادی ها رو داشت جز آزادی های سیاسی، به دلیل اینکه هنوز تفکر مردم، بگذاریم از اون چند درصد که در هر جامعه وجود دارن و جلوتر از جامعه خود شرکت میکنن، عموم مردم رو عرض میکنم، کسانی که در واقع اراده آنها میتواند در تغییر سرنوشت مملکت چه به سوی روشنایی ها و خوبی ها و چه به سوی شوربختی ها، آنگونه که این 34 سال شاهد و ناظر بودیم، مؤثر واقع شود. دلایلی را در طول چند روز گذشته خدمت شما بینندگان فهیم ارائه دادم. امروز به دنباله مطلب میپردازیم و همان گونه که قبلا خدمت شما عزیزان عرض کرده بودم تا روز 22 بهمن این ادامه خواهد داشت در این برنامه کوتاه، که اصلا این وقت خورند چنین برنامه بزرگی نمیتواند باشد، اما در روز 22 بهمن احتمالا با اندکی وقت بیشتر به یک جمع‌بندی خواهیم نشست. در دهه 1960، یعنی در واقع چندین سال جلوتر از آنچه که به غلط به انقلاب اسلامی معروف شده است، نظام حاکم بر ایران در آن زمان به رهبری پادشاه فقید قراردادی را با شرکت نفت ایتالیا امضا کرد. در این قرارداد برای اولین بار ایران قادر بود که نفت را به بهایی که مایل است با توافق قبلی بفروشد، یعنی مثل آنچه که در بازار آزاد برای همه نوع کالاهایی که کشورها تولید میکنند معمول و مرسوم است. یعنی فرض بفهمید که کمپانی جنرال موتورز آمریکایی وقتی که امسال یک اتومبیل را تولید می‌کند، با بررسی‌های اقتصادی و با بررسی رقبایی که دارد در گوشه و کنار جهان، مثلا تویوتا ژاپن یا مثلا فورد در داخل همین خود آمریکا، قیمت اون اتومبیل را در اون سال تعیین می‌کند. برای اولین بار بود که در ایران چنین اتفاقی می‌افتاد. بعد از سال‌ها مبارزه بر سر مسائل نفتی، جدال پشت پرده‌ای که با کنسرسیوم نفت ادامه داشت، کنسرسیومی که بعد از ملی شدن نفت ایران انجام گرفت، قبل از اون که اساسا ما حقی بر نفت خودمان نداشتیم. یک نفتی را می بردن به میزانی که دلشان می خواهد، یک پولی را به ایران می دادن بر میزانی که خودشان مایل بودن. در دهه آخرین 1960 ایران توانست خارج از آن کنسرسیوم که خدمتتون عرض کردم، کنسرسیوم نفت آمریکا بود، انگلستان بود، هلند بود و اینها کنسرسیوم نفت را تشکیل می‌دادند، توانست با شرکت نفت ایتالیا قرارداد تازه‌ای منعقد کند. این همان قراردادی بود که زنگ‌های خطر را برای کارتل‌های نفتی در جهان به صدا درآورد. در واقع
پادشاه ایران تخطی کرده بود از برنامه از قبل تعیین شده، در واقع سرکشی کرده بود در برابر کارتل های خطرناک نفتی. چه اتفاقی افتاد تصور میکنید؟ ببینید اینها مسائلی است که عموم مردم نمیدانند، اینها مسائلی است که خاصان هایی که در خارج از کشور به شهرت رسیدن و میکروفونی یا عرض کنم دوربینی و یا روزنامه‌ای برای انعکاس نظرات خودشان پیدا کردن از آن بیخبرند. این قرارداد که بسته شد، مدت کوتاهی بعد از آن هواپیمایی که حامل رئیس شرکت نفت ایتالیا بود در هوا منفجر شد و کسی که این قرارداد را بسته بود، شخص رئیس شرکت نفت ایتالیا، در این سقوط هواپیما تکه پاره شد و از میان رفت. کسی توجه نکرد به این مسائل، خبرش منعکس شد. در ایران هم این خبر منعکس شد، در روزنامه ها نوشتن، اما کسی ریشه یابی نکرد، بی اعتنا از آن گذشتن که رئیس شرکت نفت ایتالیا چگونه می شود که امنیت هواپیمای خود را نمی تواند حفظ کند. شرکت نفت ایتالیا یک قولی، رئیسش نمی تواند امنیت سفر خود را حفظ کند. اما آنهایی که در ایران حواسشان جمع مسائل مملکتشان بود، خبرها را ریشه یابی می کردند، کنجکاوی می کردند، شغلشان، حرفهشان در آن زمان ایجاب میکرد که بفهمند ماجرا چه گذشته است، فهمیدن که اولین اختیار را کارتل های نفتی به پادشاه فقید ایران دادند، در واقع به ملت ایران دادند، ملتی که به همه مسائل وارد بود، آخرین موتهای پاریس، آخرین موتهای ایتالیا، آخرین فیلم های جهان، تازه ترین موسیقی، حتی موسیقی های کلاسیک، تشکیلات بتهوون یادتونه؟ آخرین موسیقی کلاسیک دنیا را ارائه بکرد. به همه چی وارد بود جز مسائل سیاسی، خاصان هایی که در پشت پرده جریان داشت. اجازه نمی دادن مردم آگاهی پیدا کنند. این نقص بزرگ نظام گذشته بود، در حالی که افرادی که در اون نظام کار میکردن همه آدمای مطلع و آگاهی بودن، از جمله امیر عباس هویدا، نخست وزیر وقت، که او را ناحق کشتن، کشتن تا اسرار انقلاب اسلامی مخفی بماند. او را کشتن چون مردی بود که زیاد میدانست. خاطره را براتان نقل کنم. هنگامی که ایران ناسیونال اولین اتومبیل پیکان را تولید کرد، فقط 6 دستگاه بود، هنوز به بازار ارائه نشده بود. موقعی که این 6 دستگاه آماده شد، یک بامداد آقای امیر عباس هویدا آمد به کارخانجات ایران ناسیونال، این 6 تا اتومبیل پیکان را که بعدها تبلیغ شد با بازوی توانای کارگر ایرانی ساخته شده است، در یک محوطه کنار همدیگر گذاشته بودند. قبل از اینکه آقای هویدا برسد، یک ساعت و نیم مونده با آقای هویدا برسد، 4-5 نفری در حضور برادران خیامی کنار این اتومبیل را بررسی میکردند. این 4-5 نفر کسانی بودند که هنوز اتومبیل پیکان را ندیده بودند. فقط برادران خیامی بود که این تولید کارخانجات خود را که با همت این دو برادر به وجود آمده بود دیده بودند. به محض اینکه این 3-4 نفر به سرپرستی شادروان فرهاد هرمزی اتومبیل را دیدند، دیدند که اتومبیل همه شیلمن است جز یک آرم ایران ناسیونال که در پشت کاپوت عرض کنم که اتومبیل زدن و یکی در جلو زدن. همون لحظه این را با برادران خیامی در میان گذاشتن. برادران خیامی
افراد بسیار باهوشی بودند. حتی میتوان گفت که آنها نبوغ اقتصادی داشتند. تایید کردند. قرار بر این شد که تا وقتی که آقای هویدا میرسد، این آرمی که در فرمان قرار دارد و آرم کمپانی سازنده است و آن هیلمن بود که روی آن بود، این را بردارن و شتاب زده برای این 6 تا اتومبیل آرم پیکان بذارن، نوشته پیکان بذارن. چه گذشت بماند که در این مختصر نمی گنجد. 6 اتومبیل اول، اون پیکانی که تو فرمان هست، با نقره ناب عرض کنم 90 ساخته شد، یعنی نوشته پیکان و در این اتومبیل ها قرار گرفت. منظورم هوشیاری نخست وزیر وقت است. وقتی رسید پرسید که این اتومبیل را چند میخواهید به بازار عرضه کنید، به چه قیمتی میخواهید اتومبیل، اولین اتومبیل مونتاژ شده در ایران را که میگفتیم ساخت ایران است، با چه قیمتی میخواهید به مردم بدهید؟ برادران خیامی گفتن قیمت بسیار ارزان، 14,000 تومان. هویدا یک نگاهی کرد و گفت این اتومبیل، هر کدوم از این اتومبیل ها 6,000 تومان برای شما تمام می شود، بهتر است به قیمت 10,000 تومان بفروشید، نه 14,000 تومان. مسئله قیمت مطرح نیست، مسئله توجه نخست وزیر مملکت است به جزئی ترین مسائل. او قبل از اینکه برسد به کارخانه میدانست که قیمت تمام شده هر پیکان در آن زمان چه رقم است. خب ببینید، اینها، این توجه در همه زمینه ها بود. من را فقط برای مثال خدمت شما عرض کردم. با انفجار هواپیمای رئیس شرکت نفت ایتالیا مشخص شد که اولین اخطار را دادند، اما پادشاه در محاصره افرادی قرار داشت که باور نمی کرد بتوانند در ایران چنین اتفاقی را به وجود بیاورند. اگر او در مسیر طرز تفکر مردم بود و می دانست که این مردم را با ایده های کمونیستی نمی شود به انقلاب واداشت، اما با ایده های مذهبی می توان، چون اکثریت به گونه ای بودند که جز در چارچوب مسائل خرافی و یا مسائل نمایشی مثل همان مدی که خدمتتون عرض کردم، در جریان بقیه رویدادهای مملکت قرار نداشتند و نمی دانستند که پشت پرده سیاست چه می گذرد. نمی دانستند که در هر حال نظام سلطنتی به گونه ای بود در آن زمان که تصور می کرد این مملکت را باید آباد و سرفراز تحویل نفر بعدی از خاندان خودش بدهد. اما جمع کوچکی که آنها هم گرفتار مذهب بودند، این مغزها پر از خرافات بود، مثل بسیاری از کسانی که نمیخواهم چون در این دنیا نیستن نامشون را ببرم، کسانی که در آن زمان زیر عبای خمینی خزیدند. اما خمینی که بود، این مسئله بسیار جالبی است، شخصیت خود خمینی در زمانی که مردم او را نمیشناختند، چه زمانی بخش کوچکی از مردم او را شناختند، در خرداد ماه سال 42 که با تقسیم اراضی مخالفت کرد، با آزادی زنان مخالفت کرد، با حق رأی زنان مخالفت کرد. این شخصیت را امیدوارم که بتوانم فردا خدمت شما تصویر کنم، نقاشی کنم، این آدم را بشناسید، آدمی که در سال 42 شناخته نشده بود. تشکر میکنم از اینکه وقت گذاشتید به این برنامه توجه کردید. از اتاق فرمان دائم عرض کنم علامت بدن که وقت من به پایان رسیده است. تا بامداد فردا همه شما عزیزان را به ایزد مهر می سپارم. بدرود.